أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. او سیست که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون راند. گمان نمی کردید آنان خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود. اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیا مجازات می کرد و برای آنان در آخرت نیز عذاب آتش است. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند خدا مجازات شدیدی دارد. درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید، همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خار و رسوا کند. و آنچه را خدا از آنان یهود به رسولش بازگردانده چیزی است که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیز تواناست. چرا خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچرا رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است. این اموال برای فقیران مهاجری است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند، در حالی که فضل الهی و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها راستگویانند. و برای کسانی است که در این سرا سرزمین مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی‌کنند و آنها را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شده اند رستگارانند. همچنین کسانی که بعد از آنها، بعد از مهاجران و انصار آمدند و میگویند پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان حسد و کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده. پروردگارا تو مهربان و رحیمی. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می گفتند هرگاه شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود؟ خداوند شهادت می دهد که آنها دروغ گویانند.
اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می کنند سپس کسی آنان را یاری نمی کند وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست این به خاطر آن است که آنها گروهی نادانند آنها هرگز با شما به صورت گروهی نمی جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها پیکارشان در میان خودشان شدید است اما در برابر شما ضعیف آنها را متحد می پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند کار این گروه از یهود همانند کسانی است که کمی قبل از آنان بودند طعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات تو را حل کنم اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد آنها فاسقانند گز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند اصحاب بهشت رستگار و پیروزند گر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند خدایی است که معبودی جز او نیست دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است او خدایی است که معبودی جز او نیست حاکم و مالک اصلی اوست از هر عیب منزه است به کسی ستم نمی کند امنیت بخش است مراقب همه چیز است قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است خداوند منزه است از آن که شریک برای او قرار می دهند او خداوندی است خالق آفریننده ای بی سابقه و صورتگری بی نظیر برای او نامهای نیک است آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او می گویند و او عزیز و حکیم است.